با نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به خبرهای ساعت 6 از خورشید. امروز سه‌شنبه 9 جوزا سال 1396 خورشیدی برابر می شود با 3 می 2007 میلادی. در نخست هم سرخط چند خبر. به خطر افتادن منافع آمریکا در افغانستان و هند از سوی حراس افغانان وابسته به پاکستان. تنش لفظی میان اعضای مجلس نمایندگان از بهره بررسی فروش 144 جریب زمین به شرکت الگوزی. افزایش تحرکات طالبان و داعش عامل به جا شدن بیش از 100 هزار شهروند کشور در سال 2017. معرفی 30 کارمند متهم به فساد وزارت اقتصاد و نهادهای عدلی و قضایی. و کشته شدن 24 تن در 2 انفجار در عراق. من شهزاده محمدی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیسیون مختلط بررسی پرونده فروش 144 جریب زمین دولتی به شرکت خصوصی الگوزی به گونه غیرقانونی ایجاد شده است. کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان در واکنش به ایجاد این کمیسیون تاکید میکند که بر بنیاد مدارک فروش غیرقانونی این زمین روشن است و قرارداد فروش این زمین باید برای ملغا شدن در مجلس عمومی بر رأی گذاشته شود. شکیب مولی‌زاده با جزئیات بیشتری گزارش. ناتوانی مسئولان حکومتی در قناعت دهی مجلس نمایندگان در پیوند به فروش 144 جریب زمین دولتی به شرکت خصوصی الکوزی سبب شد تا این مجلس هفته گذشته تصمیم به ایجاد کمیسیون مختلط به منظور بررسی چگونگی فروش این زمین بگیرد، آنچه با واکنش تند کمیسیون مواصلات و مخابرات این مجلس به همراه است. منگا بل کمیسیون تم نزو بل حیات سرم کار نکو ایمون فیصلات کمیسیون دادا که من تخطی کری که من خیانت کری ایمون اسناد ایمون تاسی پا قرار که او کنه ایمون دقا دو میست کار علیزال تپ و تلاش بی ارزش و بی مانای بنان من حاضر است در اخپل کمیسیون وطرو بنان ایمون کمیسیون منحل کمیسیون جوڑاوالو او ده ایتی داری حسطن دی ولسی جرگی دی پیسالی پی تراز در رئیس داغ ترگند او ون و کولی موگی تراز داغ داری. اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات و کمیسیون مختلط بر غیرقانونی بودن فروش این زمین تاکید ورزیده و خواستار لغو قرارداد فروش این زمینند. می گزارشی که تهیه شده ایر خانومنتر بسازیم و ایر با هم به تالار عمومی برای فسخ این قرارداد ما ارائه بکنیم تا این قرارداد فسخ شود که حکومت در آینده مبادرت به چنین اعمال نبرده. یعنی یک سال پیش ارچ ما صدا کردیم کمیسیون عدلی قضایی هیچ کس ما را نشنید. خوب است که امسال بالاخره این کمیسیون کار کرده روی قضیه و بالاخره این را به اینجا رسانیده که به گوش همه رسیده. موضوع بسیار کاملا روشن و واضح و دقیق است که زمین بدون داوطلبی بدون مزایده خلاف قانون اساسی خلاف قانون تنظیم امور زمینداری و دستش شخص یا شرکت محترم صورت گرفته. اما نظیر احمد احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان که در رأس کمیسیون مختلط قرار دارد خواستار بررسی های بیشتر در این پیوند است که به درگیری لفظی آقای احمدزی و قیس حسن می انجامد. نو ادب مداده چه او سهر یو دی تاس خواهی دی تاس کمیسون نبایی و ازام اون تماری پی که ایزه که تاسی نور دیر کارون لره ایمون نگوارد وزده دنن در جلسه هم که دیسی شاروالم را گوخته در جلسی سر یو بل سر پتا کر که رازی یو نفر اون تماری پی که نور به انشالله تاسی اسناد و پره نکه مونگ بخبله. هفته پس این تلویزیون خورشید به اسنادی دست یافته بود که فروش 144 جریب زمین دولتی در آن به شرکت خصوصی الکوزی به گونه غیرقانونی بدون مزایده و با بهای به مراتب کمتر از قیمت اصلی آن به فروش رسیده است. گروه های حراس افغان وابسته به پاکستان منافع آمریکا در منطقه را برهم می‌زنند. رئیس استخبارات آمریکا به کمیته خدمات نظامی کنگرس آمریکا گفته است حلقه های وابسته به استخبارات پاکستان هم‌اکنون تلاش دارند منافع بزرگ آمریکا در افغانستان و هند را برهم بزنند. 20 گروه حراس افغان در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. مشهورترین این گروه ها که در پاکستان به سر میبرند مشمول گروه طالبان، تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه،
لشکر جنگوی، لشکر محمد، لشکر انصار الاسلام، شبکه یقانی و چند گروه دیگر است. حال آمریکایی ها دریافتند که این گروه ها مهره های استخباراتی پاکستان هستند که برای برهم زدن منافع کلان آمریکا در افغانستان و پاکستان استفاده می شوند. به دنبال ناکامی های پاکستان در جلوگیری از فعالیت گروه های حراس افغان، گروه های وفادار به این کشور تلاش خواهند کرد تا منافع بزرگ آمریکا در منطقه را هدف قرار داده و حمله های سنگین را راه اندازی کنند. رئیس استخبارات آمریکا پیشنهاد میکند تا هر چه زودتر آمریکا جلو پاکستان را از بهر دامه پشتیبانی از این گروه بگیرد. اما براستی واشنگتن چه کار را خواهد کرد؟ چون گاوی کیش در پاکستان شیر میدهد، دقیقا هم استخبارات آمریکا از این شیر استفاده میکند، هم صاحبان سلاح آمریکا، فروش سلاح، هم صاحبان شرکت های نفتی و غذایی و هم رهبران دیگر دنیا. من به یقین هستم که این حرفا فقط حرفای مطبوعاتی است و زود گذر. در حالی که واشنگتن میداند اسلام‌آباد هنوز هم بازی های دوگانه را در امور افغانستان انجام میدهد، پرسش اینجاست که چرا در برابر پاکستان سکوت میکند؟ وزارت داخل افغانستان نیز در این مورد با واشنگتن پیشنهادهایی دارد. هرگاه بالای مراکز اصلی تروریست ها فشارهای لازم بیشتر شود، این مراکز بسته شود، ما هم به هدف ما میرسیم که مو آوردن صلح است، آمدن امنیت است به کشور ما و آمریکایی‌ها و مجامع بین المللی. در حال واشنگتن بر جلوگیری از تحرکات پاکستان در امور افغانستان و این تاکید میکند که به زودی قرار است اداره ترامپ راهکار تازه‌ای را به منظور چگونگی برخوردش با پاکستان و افغانستان اعلام کند. منافع شخصی و تیمی رهبران سبب تأخیر در معرفی اعضای کابینه شده است. سخنگوی شورای حراست و ثبات می‌افزاید تمامی مشکلات در حکومت ریشه در اختلاف درون حکومتی دارد. همزمان با این هیئت اداری مجلس نمایندگان، رئیس جمهور غنی را به یکتازی از بهر معرفی نکردن کابینه متهم می‌کنند. زبیولا دورندیش با جزئیات این خبر پرداخته است. شمارش معکوس تا معرفی نامزد وزیران باقی مانده. در مدت نزدیک به یک سال، سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجراییه بارها از جمله های به زودی رهبران حکومت کابینه را معرفی خواهند کرد سخن زدند. اما هنوز که هنوز است، خبری از معرفی نامزد وزیران نیست. در تازه ترین مورد، ریاست جمهوری هرچند نامی از چهره ها نمی برد، اما از گفتگوها درباره 8 وزیر باقی مانده برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان تا هفته آینده خبر می‌دهد. حکومت درې کاندید وزیران لوړاندې له ولسی جرګې تر پیژندلې دي او د متباقي کاندید وزیرانو کار هم نهایي سولې چې ډېر ژر به ولسی جرګې ته وپیژندل شي. اما هیئت اداري مجلس نمایندگان این گفته های ریاست جمهوری را از بهر معرفی کابینه دروغی پیش نمی‌داند. دبیر این مجلس در مورد نامزد وزیران کابینه از سوی رئیس جمهور این گونه دیدگاه دارد. رئیس جمهور یک مشکل شخصی که داره، شاید از طفولیت مشکل داشته باشه که اونا میخواد تنها هر کار خودش بکنه. اونا اصلا ما بیشتر گفتم به تفکیک قوا احترام ندارن و اصلا اونا میخواین که هم وزیر باشن، هم رئیس باشن، هم معین باشن، هم شاروال باشن و هم وکیل پارلمان باشن. شورای حراست و ثبات هم ادامه اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی را دلیل اصلی معرفی نشدن نامزد وزیران باقی مانده می داند. این اختلافات هم ناشی از چانه زنی بر سر منافع ملی نیست، بلکه بر سر منافع شخصی و منافع تیمی است که اینا نمی تانند سر مسائل مهم کشور به تفاهم و به توافق برسند. گفتنی است که در هفته پایانی ماه ثور مجلس نمایندگان برای طارق‌شاه بهرامی، فیض الله زکی و نرگس نهان نامزد وزیران وزارت‌های دفاع، کار و امور اجتماعی و معادن و پترولیم صندوق رایدهی نگذاشت و فیصله کرد تا زمان حکومت 8 نامزد وزیر وزارت‌های را که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به این مجلس معرفی نکند، آنان برای این 3 نامزد وزیر رأی نمی‌دهند. کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان سالانه نزدیک به 70 میلیارد دلار را به جیب مافیای مواد مخدر می اندازد. وزارت امور داخله با اشاره به این موضوع تاکید می کند که بیشتر از 95% مواد مخدر تولید شده در افغانستان به خارج از کشور قاچاق می شود و بنیادی ترین عامل افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان جدیت نداشتن کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در امر مبارزه با این پدیده دانسته می شود. شگفت صدیقی با جزئیات بیشتر این خبر.
در نزدیک به دو دهه پسین جامعه جهانی میلیون ها دلار را در راستای مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده است. اما هنوز هم نه تنها گلیم این پدیده از افغانستان برچیده نشده، بل افزایش نیز یافته است و بر بنیاد آمارها این پدیده سالانه 70 میلیارد دلار پول به جیب مافیای مواد مخدر می اندازد. 70 میلیارد دلار عواید مواد مخدر افغانستان تخمین زده شده. تنها 3-5% یا به شکل غیر مشروع داخل نظام پولی افغانستان میه یا در داخل افغانستان مواد از طریق معتادین به مصرف میرسه. 95% قاچاق میشه. عامل افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز از یک سو به ناامن بودن مناطق کشت این پدیده و سوی دیگر به جدیت نداشتن برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه در نابودی آن پنداشته می شود. سایر کشورهای منطقه و کشورهای جامعه جهانی با دولت افغانستان در رسمی مبارزه با مواد مخدر صادقانه عمل نکنند، دولت افغانستان خودش به تنهایی با این پدیده به شکل وسیع و همه جانبهش مبارزه کردند. اما باور اعضای مجلس نمایندگان بر این است که نه افغانستان و نه جامعه جهانی جدیت در راستای مبارزه با مواد مخدر و محو این پدیده نداشته است. کشورهای خارجی و حکومت افغانستان در این راستا صادقانه عمل نکردند و نه تنها که به نابودی مواد مخدر در افغانستان نیانجام میده که هر روز بیشتر شده رفته. مبارزه ای که برای فعلا پیش میرن به این رقم ما مبارزه در مقابل مواد مخدر بتانیم و مواد مخدر محو نمیتانیم. ظاهرا بزرگ شهرهای کشور بیشترین قضایای جرمی مواد مخدر را به خود اختصاص داده است. بیشترین قضایی را دی مای گذشته ما ثبت داریم ولایت کابل، ننگرهار، هرات و ایرات و با آنکه مسئولان حکومتی همواره ادعا کردند که مبارزه با کشت مواد مخدر به علت ناامن بودن مناطق زیر کشت دشوار بوده است، اما نگرانی بنیادی این است که حتی در امن‌ترین نقاط کشور مانند بلخ نیز مزارع کوکنار به چشم می خورد. افغانستان در چند ماه نخست سال 2017 گواه بیجا شدن بیش از 100 هزار شهروند. تازه‌ترین گزارش از سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هرچند این آمار نسبت به سال 2016 میلادی 36% کاهش یافته است، اما هنوز هم گسترش فعالیت‌های طالبان و گروه داعش از عوامل بنیادی این بی‌جاشدگی است. در نخستین روزهای کاریش رئیس جمهور غنی به شهروندان کشور گفته بود واژه بی‌جاشدگی را از قاموس افغان‌ها حذف می‌کند. اکنون که بیش از 2.5 سال از کار و حکومت میگذرد، گزارش های تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که شمار بیجا شدگان افغانستان به بیش از 100 هزار در چند ماه نخست سال 2017 رسیده است. از آغاز سال 2017 میلادی تا اکنون 103,229 شهروند افغانستان بیجا شدند. این آمار نشان می دهد که 36% در آمار بیجا شدگان داخلی در این کشور کاهش آمده است. ولی عامل عمده این پدیده در افغانستان گسترش فعالیت های داعش و طالبان است. با تلاش های پیهم نتوانستیم دیدگاه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را داشته باشیم، اما نهادهای مدافع از حقوق پناهجویان وضعیت بیجا شده های داخلی را نگران کننده و رو به افزایش می دانند. شمار بیجا شده های نبرد داخلی در افغانستان هر سال رو به افزایش است. در جریان 3 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیر آمار بیجا شده های داخلی در افغانستان بودیم. اما نگرانی مهم این است که مبادا هراس افغانان از بیجا شدگان استفاده ابزاری کند. اکنون وزارت داخله در این مورد چنین دیدگاهی دارد. ما مشخصا خوشبختانه در این مدت افرادی که زیر نام مهاجر و اینا به ترورستا کار بکنن داخل افغانستان شده باشه مواردش وجود ندارد. بر بنیاد گزارش ها افزایش میزان نبرد در افغانستان سبب شده است تا شمار زیادی از شهروندان کشور خانه هایشان را در مناطق در حال جنگ ترک کرده و به مناطق مسئونتر مسکن گزین شوند. حکومت افغانستان باید از کشورهای همسایه از بهر حضور شهروندانشان در میان مخالفان مصالحه دولت وضاحت بخواهد. کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان در واکنش به حضور شهروندان پاکستانی و ایرانی در صفوفای گروه داعش تاکید میکند که بر بنیاد قوانین بین المللی در صورت که شهروندان کشور امنیت کشور دیگر را به خطر بیندازد، آن کشور مکلف و پاسخگویی در این مورد است. گیتی رحیمی با جزئیات بیشتر این خبر.
از دیر زمان حضور شهروندان خارجی در میان گروه های مخالف مصالح دولت جنجال برانگیز بوده و این حضور به مداخله آشکار این کشورها در امور داخلی افغانستان پیوند داده می شود. در تازه ترین مورد بازداشت چندین عضو داعش در ننگرهار که شهروندان ایران و پاکستان نیز در میان آنانند با واکنش های به همراه بوده است و اعضای کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان این دو کشور را مکلف و پاسخگویی در این زمینه می دانند. آنان از حکومت می خواهند که از تهران و اسلام آباد پاسدار وضاحت در این مورد شود، شکایت های خود بلند بکنه و از کشورهایی که اتباعشان در داخل افغانستان میاند و بدون از اینکه ویزا بگیرن، بدون از اینکه اونا اجازه بگیرن و غیر قانونی داخل میشن و این جنگ میکنن، بنان این کشورها را متوجه بسازه. اما باورها بر این است که پاکستان دشمن اصلی ثبات در افغانستان است و ریشه حضور شهروندان برخی از کشورهای دیگر نیز از اسلام آباد آب میخورد. مداخله گر هستی پاکستان است. حتی اگر اتباع ایرانی و آذربایجانی هم داخل افغانستان می مطلقاً از طریق پاکستان می با پاسپورت پاکستانی می و او بلوچ که حتی فارسیش کسته گپ می زد امور هم پاکستان تربیه کرده. عامل بنیادی حضور شهروندان خارجی در صفوف مخالفان مصالح دولت افغانستان از یک سو ضعف درونی حکومت و از سوی دیگر ضعف دستگاه دیپلماسی کشور پنداشته می شود و تاکید بر این است که افغانستان باید از امریکا به حیث همکار راهبردیش کمک گیرد. کشورهایی که با نام پیمان داریم از جمله با امریکا، افغانستان با امریکا پیمان امنیتی دارد و می تواند با توجه به این اسناد و شواهد از امریکا به صورت جدی بخواهد که موضع قاطع‌تر و شفاف‌تر را در قسمت گروه راس افکن در پیش بگیرد. از سوی هم تاکید بر این است که حکومت باید در شناسایی دوست و دشمن و شهروندان کشورهای همسایه در صفوف مخالفان مصالح دولت دقت به خرج دهد. تفکیک ما باید بکنیم بین گروه ها یا افراد تروریستی که شهروندان ایرانی هستند و افراد تروریستی که اتباع پاکستانی هستند. سیاست دولت ایران حمایت از تروریسم نیست، بلکه داعش برای خود ایران یک تهدید بسیار جدی است، اما طور که برای افغانستان یک تهدید جدی است. خواستیم دیدگاه وزارت خارجه کشور را به حیث نهاد مسئول در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس‌های پیهم موفق به انجام این کار نشدیم. پس از میان برنامه کوتاه خبرهای اقتصادی را دنبال کنید. با ادامه خبرها خوش آمدید. وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 52 پروژه توسعه‌ای را با شوراهای توسعه‌ای 16 ولایت کشور امروز در کابل امضا کرد. مقام‌های این وزارت در امضای این قراردادها از رسانه‌های فعالان مدنی و مردم خواستند که از بهر کیفیت پروژه‌ها از روند کار آن نظارت جدی نمایند. 52 پروژه توسعه‌ای برزش 198 میلیون و 600 هزار افغانی مشمول سربندهای آبی، شبکه‌های آبیاری، دیوار استنادی، جاده، پل و پلچک می‌باشند که در ولایت‌های پکتیا، لوگر، لغمان، ننگرهار، کنر، کابل، پروان، بغلان، فاریاب، سمنگان، سریپول، جوزجان، بدخشان و غزنی عملی خواهد شد. وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم امضای قرارداد این پروژه‌ها از بهر کیفیت آن به شوراهای توسعه‌ای هشدار داد و از رسانه‌ها و مردم خواست در این مورد توجه جدی داشته باشند. هر یک کانال یا هر جایی که مو وزارت زراعت سره پوره هماهنگی لرو د اقتصادی اړخ کې لوګو سره هماهنګي چې څومره دا ډېر مفید تمامېدای شي لوګو سره په پوره همکاري سره دا او هماهنګي سره دا کار تلیکي. در همین حال شماری از مسئولان شوراهای توسعه‌ای ولایات پروژه های روستایی را برای مردم بسیار سودمند دانسته و از حکومت میخواهند در انجام این گونه پروژه ها بیشتر توجه نمایند. دغه سره په جوړېدو سره اوقات موږ ستونزې د سیمه موږ اجل مریض د موږ زراعتي محصولات ډېر په کم مشکل سره ځای ته رسیدل. این در حال است که 90% هزینه این پروژه ها از سوی بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی پرداخت گردیده و 10% آن به دلیل شفافیت و کیفیت در انجام پروژه ها از سوی مردم محل پرداخت می گردد. در همین حال نمایندگان مردم از کیفیت و توازن پروژه های این نهاد شکایت دارند. و وزارت اقتصاد سی کارمندش را به اتهام فساد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده و ده ها نفر دیگر را نیز به این اتهام برکنار کرده است.
وزیر اقتصاد میگوید راهکار جدیدی را زیر نام راهکار شفافیت و حسابدهی آماده ساخته که هدف آن جلوگیری از فساد در تمامی بخش‌های آن وزارت است. اما رئیس نهاد کاکس پارلمانی تاکید می‌ورزد که وزارت اقتصاد تا هنوز جزئیات استخدام نزدیک به 72 بسته CBR را به آن اداره نفرستاده است. در پی نشر گزارش نهادهای حکومتی در زمینه مبارزه با فساد اداری، وزارت اقتصاد نیز امروز در بخش جلوگیری از فساد اداری دستاوردهایش را اعلام کرد. ظاهرا این نهاد در این بخش دو دستاورد دارد: تهیه راهکار شفافیت و حسابدهی که حکومت داری برقی بخشی از آن است، و سایه دیگر معرفی 3 کارمندش به نهادهای عدلیه و قضایی که در بسته سوم و چهارم کار می‌کردند. وزیر اقتصاد میگوید سیستمی را آماده کرده که میتواند تا 90% از فساد اداری جلوگیری نماید. ما یک اساسی را بگذاریم که این اساس اگر در همه ادارات افغانستان پیاده شود، بدون اینکه ادارات مبارزه با فساد چه کارهایی میکنن، خود سیستم از درون کارهای غلط و قامشکنی ها را کنترل میکنه، اداره میکنه. این اصل جان مطلب است. اما نهاد کاکس پارلمانی که بیشتر در بخش مبارزه با فساد اداری کار میکند و از نهادهای حکومتی نظارت دارد، در بخش CBR از وزارت اقتصاد انتقاد میکند. 72 بسته که CBR شده با تمام جزئیاتش با ما معلومات بدن، البته تحریری از طریق اینترنت یا از بر طریقی که باشه با ما روان کنن که قسم ما ببینیم که یعنی حق به حقدار رسیده، کدام گپ وجود نداشته باشه. و به همین گونه این نهاد کارکرد شورای ملی را نیز در بخش مبارزه با فساد اداری ناکام میداند. متاسفانه مشکلات خود پارلمان موجود است که از این نقطه نظر که پارلمان باید یک نهاد قانونگذار تا چی اندازه مبارزه کرد. هرچند حالا فساد اداری نسبت به حکومت گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم بر بنیاد گزارش های دیدبان شفافیت، فساد در گمرک ها و نهادهای حکومتی چشمگیر است و نیمی از درآمدهای یک کشور به جیب شخصی افراد می رود. پس از وقفه کوتاه خبرهای خارجی را دنبال کنید. ولی همچنان رویداد از خارج کشور. از اثر دو انفجار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق دست کم 24 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز این انفجارها امروز در منطقه کراده هنگام رخ داد که دو موتور پر از مواد انفجاری یک پی دیگر منفجر شدند. و گفته یه مقام های بهداشت عراق بیش از 30 تن در این انفجارها زخمی شدند که وضعیت بهداشتی شماری از آنان وخیم است. گروه موسوم به دولت اسلامی مسئولیت انجام این حمله ها را به دوش گرفته است. پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه قرار است با معاون ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام ها در کرملین گزارش داده است که آقای پوتین امشب با محمد بن سلمان معاون ولیعهد عربستان سعودی دیدار می کند. پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی تقدیمتان می گردد. این هم خبرهای ورزشی. تیم های کرکت افغانستان و پاکستان قرار از دو رقابت دوستانه 20 اواره کرکت را بر بنیاد تفاهم نامه که میان اداره های دو کشور انجام شده است به زودی برگزار کنند. همایون آشنا با شرح بیشتر. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان به زودی در دو بازی دوستانه 20 اواره به مسافه هم خواهند رفت. مسئولان برد کرکت کشور این رقابت ها را برای بهبود وضعیت کرکت در کشور مناسب دانسته و می افزایند که به هیچ فرد اجازه نخواهد داد تا از این نهاد ورزشی استفاده سیاسی نماید. کرکت یا هر بل سپورت دی مینه، سوله او یا والی پیغام داری. مونږ نه غواړو چې سیاست او یا نور مسائل په سپورت کې داخل کړو. بازی نخست این رقابت ها به میزبانی افغانستان در کابل برگزار خواهد شد و بازی دوم به میزبانی پاکستان در لاهور را اندازی می شود.
و هدف از برگزاری این رقابت ها رساندن پیام صلح میان دو کشور دانسته شده است. وقتی که تیم ملی پاکستان با افغانستان میاد و با ما با تیم ملی ما مسابقات دار، تیم ملی ما هم میتونه با پاکستان مسابقات داشته باشه. ای که اونجا امنیت است یا نیست مربوطی وامش، باید با ما تضمین بده که امنیت ما را گرفته میتونه. باید گفت که چندی پیش ملی پوشان زیر 19 سال کشور در رقابت های آسیایی در برابر تیم ملی کرکت 19 سال پاکستان به برتری رسیده بودند. سپاس از اینکه تا این دم ما را همراه بودید. بقیه برنامه های خورشید را فراموش نکنید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.